أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولا عرض کنیم که قاعدش این بوده در گذشتم همجوری ما عمل کردیم، امشب یا فردا سیاهیامونو در میاریم. این دوره سیاهی پوشیدن از اول محرمه تا شب نهم یا صبح نهم. معلومه چی گفتن؟ خب الحمدلله. این اول دیشب یه دوستی اینجا اقتدا کرد، رکعت سوم بود، هنوز من به رکوع نرفته بودم، گفت الله اکبر. یک کمی هم طول کشید بعد رفت رکوع. نماز باطل. رکعت سوم شما یه وقتی با تکبیر بگی که حداقل بتوانی یه حمد بخونی. یعنی پس اول رکعت اگر تکبیر بگویی یه هم بخونی، نماز درسته، جماعت درسته. اگر نه، نتونستی، وقت نداشتی، به اندازه نبود که وقت یه هم باشه، باید صبر کنی تا رکوع. در رکوع اقتدا کنی دیگه، رکعت اول تو درسته و همچیش خوبه. اینم مسئله تو. مسئله سومی که آدم باید مسئله هاشو بلد باشه. اگه آدم مسئله شو بلد نباشه ممکنه غلط عمل کنه. عباداتی که مسئله درست بلد نیست آدم، عباداتی که آدم مسئله شو درست بلد نیست، باطل در میاد. اگر باطل در بیاد به درد نمیخوره. حالا میخونیم بیارش، میخونیم. این میشه مثل این که تا به حال ما چجوری زندگی کردیم، همینطوری زندگی، همینطوری میرسه به همینطوری. یه فرموش از نهج البلاغه میخوام خدمتتون عرض کنم. خیلی ممتازه. دو تا خطبه، دو تا کلام از امیرالمؤمنین هست که هم سید رضی، هم ظاهرا هم سید رضی، هم شارحان گفتن اینا از کلمات بسیار ممتاز اخلاقی سیر و سلوکی فرمایشات امیرالمؤمنینه. به من هیچ ربطی نداره، البته هیچ ربطی نداره، اما اقلا آدم بفهمه که چه خبره، عالم چه خبره، یه ذره بفهمه، یه ذره ها خب بهتره. حالا مقدمات سخن رو نمیدونیم اینجا، گویی از وسط سخن، چون سید رضی در نهج البلاغه انتخاب کرده کلمات برجسته از نظر بلاغت رو. نهج البلاغه دیگه کلمات از نظر بلاغت برجسته رو انتخاب کرده، بنابراین ممکن است یه مقداری در گذشته این سخن
فرمایش باشه، ممکنه بعدش فرمایش باشه. حالا در اصل این مقداری که تو نهج هست اینه که من اینجا برای شما میخوام عرض کنم. قد احیا عقله، یعنی به سرعت معلوم میشه که ما از این سری خارجیم، خیلی سریع. قد احیا عقله، عقلش را زنده کرده است. خب این عقلش را زنده کرده است، ممکنم پیش خودم یه خیالی بکنم. دومیش کاملا نشون میده که نه، به ما ربط نداره. و امات نفسه، نفس اماره را در خودش کشته است. این هیچ حکمی نفس اماره نداره بر آدم. وقتی مرده هیچ حکمی نداره، اما بر من که حکم داره که از نهار ظهری که خوردم بفرمایید تا تمام 24 ساعتی که ما زندگی میکنیم، فقط بخشش رو ما طبق دستور شرع عمل میکنیم که اونجا هم بسیارش قاطیه، بین نفس و شرع قاطیه. اون بزرگ و خیلی بزرگ بعد پای حساب آوردن، نمازا اشکال کردن، به نمازش اشکال کردن، جواب داد. کسی اونجاها جواب نمیتونه بده، این خیلی بوده. جواب داد، اشکال کردن، جواب داد، اشکال کردن، جواب داد، موند، نماز به باد رفت. روزها عین همین، اشکال کردن، جواب داد، اشکال کردن، جواب داد، به باد رفت. سرانجام رسید به زیارت امام حسین. صد بار، هزار بار پیاده از کجا به پیاده از کجا به کجا رفت. اونا رو گفت، گفتم اون که رفیق بازی کردی، با رفیقات رفتین، گفتین، شنیدین، خندیدین، راحت، خوش، خوشی دیگه آدم با رفیق بره. خب رفتی و برگشتی به باد. وقتی بذارم تو ترازو سخت در میاد ازش. حالا اون بزرگوار دیگه می آمد، ماشینای اتوبوس داشت، قم، ترانسپورت نوی مولوی، ما سوار شده بودیم. از اونجا سوار می شد، یه بسته نون هم همراهش بود و می رفت مشهد. مشهد می رفت تو گوهرشاد، یه گوشه می خوابید. امشب که شب جمعه زیارت میکرد، فردا صبح زیارت میکرد، فردا مثلا بعد از ظهر سوار میشد برمیگشت. بعد گفته بودن که فرموده بودن 70 بار اومد به بازدید من. نقلش اینه، 70 بار اومد به بازدید من. 70 بار اومدی به زیارت من؟ به ما میگن که خب خوب بود، خوش گذشت دیگه، اونجا هم هتلتون که خوب بود، غذاتون که خوب بود، رفیقات هم که بودن و یه سفر خوشی گذروندی، خوب زیارتم رفتی. این آدمی که این کارو کرده معجزه کرده. قد احیا عقله، عقلش را زنده کرده. اساسا نمیشه عقل زنده کرده، یعنی چی؟ یا اون دومی رو درست کن، میشه. یه آقای بزرگواری بود تو این کوچه ارمنیا، شما کوچه ارمنیا رو بلدی؟ سر چهارراه مولوی تو اون بازار که یه کوچه اسم اون کوچه ارمنیا. سابقا ارمنیا اینجا میشستن، یه کلیسای قدیمی هم دارن. عرضم به حضورشون اونجا امام جماعت بود. 50 سال نماز صبح از میدون خراسون پیاده می آمد تا مسجد. چند نفر می آمدن جماعت؟ 2 نفر. معجزه است اصلا. یه کمی وضع قضا مشکل شده بود، نمیدونم چند سال، نون و ماست، فقط نون و ماست.
نمیشه. شاید اگه دست میزدی میافتاد زمین. این حرفا با اونا میشه. اینا که زندگی که ما داریم خوب، همینجور خوبه دیگه، خوش. قد احیا عقله و امات نفسه. میخوام برسیم به یه چیزی که ببینیم اون چیزو ما داریم یا نداریم. حتی دق جلیله، دق یعنی دقیق شد، یعنی لاغر شد، باریک شد، آن چیزی که خیلی این توی این توی اینجای من یک چیز قولیه، نشونیش که به من بگو تو ببین چی میشه. تمام عمران شما رو یادم نمیره، به من گفتی تو، این من میشه اون یه قولیه، یه کوه. انقدر با خودش جنگیده بود، انقدر با خودش جنگیده بود. نمیگم شما نون ماست بخورین، نه هیچ، اصلا همین چلو کباب بخورین بهتر. این داریم میگیم یه بزرگانی بودن، یه همچه کارهایی کردن، اونا چجوری بودن؟ جدی عرض کردم اصلا هیچ شما از این کارو نکنید. حالا نیستیم اون کاری که ما باید بکنیم چیه؟ و لطف قلیزه، قلزتهایش لطیف شد. داستان آقای اسد علی اکبر ابوطرابیش چند بار براتون عرض کردم، من خداش نیم ساعت فحش داد، یادم اینا رو هی مکرر گفتم. انقدر این بد بود، شر بود، که بابا ننش بیرونش کرده بودن. یه همچی آدمی حالا با ایشون گیر افتاده، نیم ساعت هر چی میتونست گفت، مثل این که اصلا هیچی نگفتی. لطف قلیز و قلزت های آدمی، حالا که این اون قلزت ها نرم شد، لطیف شد، حالا باش میتونی صحبت بکنی. و برق له لام اون کثیر البرق، یه برقی در یک جای جونش زد، جای جونش اینجاست، یه برقی در یک جای جونش زد که خیلی پر نور بود. فعبان الله طریق، راه را برای او آشکار کرد، راه را برای او آشکار کرد. عبان الله طریق، آشکار کرد راه را. اینو به ما هیچ ربط نداره، فقط میخوایم بگیم که یه ته دل، یه آرزوی آدم اگر بکنه، خب آرزوش خوبه. فعبان الله طریق و سلک به سبیل، این نوری که راه را برای او روشن کرد، او را دستشو گرفت و راه را برد. نه فقط راه رو روشن کرد، فرق این نور با این نورا اینه، این نور فقط راه رو روشن میکنه، اون نور راه رو روشن میکنه، دست این رو گرفت برد. سلک بهی از سبیل، اونا که زر عربی بلدن، سلک بهی از سبیل، او را به راه برد، راه. آقا به هر راهی رفت، ببخشید، به هر دری رفت، در او را نپذیرفت. و تدافعت الابواب الی باب السلامه، هر جایی که یه ذره کچ بود نذاشتن بره، نذاشتن بره. یه مرحوم عاشق مرتضی داشت میرفت به نظرم با یک کسی مثلا باهایی چیزی بحث کنه، تو را گفتن آقا نرو این راه رو، برگرد. نمیذارن راهی بری که. و تدافعت الابواب، راه ها او، درها بخشید، درها او را رد کردن، نپذیرفتن. من میرم خیلیم خوشم میاد، یه ذره کج باشه، یه ذره کج باشه. و
تدافعت هر ابواب الى باب سلامه، تا به در سلامت برسه. اگه به در سلامت رسید، اون در او را میپذیرد. یه قدم هم نمیذارن کج بره، یه قدم. شما یه قدم کج رفتی، یه قدم باختی. این یه قدم این چقدر طول کشید؟ 10 دقیقه. به اندازه 10 دقیقه از عمرتو باختی. کارش میشه کرد؟ نمیشه کارش کرد. باختی. یه باختن داری. 10 دقیقه باختی. 10 دقیقه باختی. جبران داره؟ جبران نداره. من حالا یه گناهانی کردم تو جوانیم، حالا تو پیری، تو یه رم چی فلان، توبه میکنم، جبران میکنم. میشه. دیگه منو چوب نمیزنم بخواد اون گناهی کردم. نتیجهش. اما 10 دقیقه عمرم که باختم، که باختم که. اونی که باختی باختی. ما نمیدونیم باختیم یعنی چی. باید بریم اون ور آدم میفهمی باختی یعنی چی. من از 70 سال عمر، از 80 سال عمر، 50 درصدش باختم، 70 درصدش باختم، 80 درصدش باختم. یعنی چیزی به دست نیوردم. شما عمر میدی یه چیزی باید بگیری. اگه کم بگیری چی؟ باختی. فقط از در هر مقدار که از عمر دادی، اگر بی نهایت گرفتی، بردی. فقط کی میشه؟ بعد یه چیز هست، یه چیز هست. اون حالا مثالا حبیب ابن مظاهر که برای امام حسین تیکه پاره شد، همه عمرشو به همین قیمت حساب میکنن. من رو شو چرز میکنم، همه تمام عمرو به همین قیمت حساب میکنن. و تدافعت الابواب الى باب السلامه، همه درها او را نمیپذیرند، او را رد میکنند تا او به باب سلامت برسد. باب سلامت فقط او را میپذیرد. و دار الاقامه، به خانه اقامت، به جایگاه اقامت میرسد. فقط آنجا جای اقامت است. کجا؟ آنجا که رضای خدا. همه درا ردش میکنند تا برسه به دری که راضی خدا، راضیه. آنجا میماند، فقط آنجا بماند. اگر آدم بماند درست مانده. و ثبتت و ثبتت رجلاه به تو معنینت بدنهی. آنجا پاها در راه بوده دیگه، پاها قرص، جای قرص پیدا کرد، وایساد مطمئن. فی قرار الامن و راحه، در قرارگاه امن و راحت. مگه تو این دنیام راحته؟ هست، بله هست، داره میگه هست. اگه به اونجا برسی، به قرار امن رسیدی، به امن. اینجا هیچ وقت امن نیست، دنیا هیچ وقت امن نیست. اما اگر این راه رو بری، به قرارگاه امن و راحت میرسی. میدونی همیشه پشتیبان داری، دیگه از هیچی نمیترسی، پشتیبان داری. بعد اینجا یه مسئله میگه، به مستعمل قلبه و ارضا ربه، به کوششی که این آدم در دل کرده است. آدم با هوا هوس میخواد به جنگ، کجا باید به جنگه؟ با کجا؟ در کجا آدم با هوا هوس خودش میجنگه؟ توش دیگه، اون تو جنگه. بیرون حالا من یا مثلا فرض کنید که پلو چلو میخورم یا نون ماست میخورم. در خارج شما میبینی این غذا رو خور یا اون رو خور، هیچ فرق هم نمی کنه. بس که تو چجوری چرا میخوری؟
اون چرا اگه درست بشه پروچه رو هم خوردی خوردی هم نداره. یه جنگی تو دلش کرده بود، جنگ کرده بود تو دلش با خودش، با خودش. سخت‌ترین جنگ های ممکن اینه که آدم با خودش بجنگ. و این فقط در توانایی انسانه که با خودش بجنگه، هیچ موجود دیگری با خودش نمی جنگه. فقط آدم میتونه با خودش بجنگه و اگه در این جنگ پیروز شد میرسه به قرارگاه، گفتن چی؟ امن و راحت. حالا چیزای دیگه هم میشه گفت و اضافه کنیم، قرارگاه امن و راحت و و و و ارضا ربه، خدا رو خدای خودش را از خودش راضی کرده است. با چی راضی کرده است؟ با اون جنگی که در درون خودش کرده. من در درون خودم با هوا هوسای خودم جنگیدم، بگی اینو نگاه کن نکردم، اینو بگو نگفتم، هی از این چیزا. من اصل صحبتم این بود که میخواستم عرض کنم، این در کلمه ابان الله طریق روشن بود. اینجا در روایت حضرت باقر علیه السلام هستش که القلوب ثلاثتون، قلب ها سه نوعه، سه نوع قلب داریم. قلبون منکوسون، قلب های بالعکسه. قلب جایگاه فهمه. وقتی سر تهه یعنی چی؟ همه چیز سر ته هم میفهمه، حق و باطل میفهمه، باطل و حق میفهمه. خب لا یعی شیء من الخیر، از خیر از خوبی هیچی نمیفهمه. و هو قلب الکافر، های منم هیچی نمیفهمه. به قلبون فیه نکتتون سودا، قلبیست که یه بخشیش سیاه شده. چرا سیاه شده؟ هر گناه یه سیاهی به جا میگذاره، باید بکنی اینو. و استغفرالله استغفرالله ممکن نشه. قلبون فیه نکتتون سودا فالخیر و شر فیه یعتل جان، دائما خیر و شر تو اون قلب جنگ دارن، با هم کشتی دارن، دارن با هم کشتی میگیرن. باز اینا رو کار نداریم. فایهما کانت منه غلبه علیه، هر کدوم زورش بیشتر بود اون غلبه میکنه. حالا فعلا بحث اینو نداریم، بحث خودش میخواد. و قلبون مفتوحون فیه مصابیح و تزهر، یه قلبایست بازه. بازه یعنی چی؟ ما فولاد با فولاد قلبمونو مصدور کرد. توی مجلس امام حسین سیلاب رحمت خدا میاد. خب سیلاب میاد روی یه صندوق فولادین، عبور میکنه میره. اگه یه ذره چشمت اشک اومد بر اون که این صندوق یه ذره تر شد از اون، و قلبون مفتوحون، یه قلبایی هستی که نه، اونجا گفتن کوههای عظیم را کوچکش کرد، خوردش کرد، ریزش کرد. دقیق در زبان عربی آرد، چطور آرد میکنیم؟ گندم آرد میکنیم. اینجوری یک کوه عظیم، بخل
یه کوه عظیمه، خودش حسادت یه کوه عظیمه، تکبر یه کوه عظیمه. من 100 تا کوه دارم، هر کدوم صفتهای من یه کوه عظیمه. و قلب مفتوحون فیه مسابی، مصباح مفرده، مسابه جمعه. 10 تا چراغ تو این قلب روشنه، بگو 100 تا چراغ روشنه. بستگی داره به مقدار زحمتی که کشیده. ولا یدفع نوره الی یوم القیامه، تا قیامت این نور خاموش نمیشه. اگه روشن شد دیگه خاموش نمیشه، خودش نمیذاره خاموش بشه. چجوری خاموش ممکنه بشه؟ با گناه خاموش میشه. این نمیذاره من گناه کنم، نمیذاره. اگه گناه کنم پدری از من در میاره که من از زندگیم سیر میشه. نشه عرض میکنم شعر نیست، شاعر نگفته اینا رو، واقعیت. قلب مفتوح فیه مصابیح و تحسن، این چراغ‌های روشنی که می درخشد در این دل، بعد البته در قیامت همراه توی قبر میاد، قبر رو این روشن میکنه، چیز دیگه که وجود نداره که. در قبر چراغی وجود نداره، چراغش خودت بردی، چراغ خودت بردی، همین چراغش که اینجاست. میگن روز قیامت بعضی آدم ها هستن که تنها مقدار نوری که همراه دارن یه ذره نور نوک انگشت بزرگ پاشه، با یه ذره انقدر نور این جلو راهشو باید ببینه تا بره بهشت پیدا کنه. یه کسانی هستن که نورشون صحنه قیامت روشن میکنه، مثل خورشید. عرض کردون باز، لنور الامام فی قلوب المؤمنین، نور امام در قلب های مؤمنین از چی؟ از خورشید بیشتر. خورشید دوره داره، عمر داره، تموم میشه، این تموم نمیشه تا ابد. اون امن و راحت از همین نوره در میاد، یعنی مال خودته. اگه شادمانی ابدی از حالا شروع میشه، شادمانی تو تا ابد ادامه پیدا میکنه، مال خودته، مال همون نوریست که تو دلته. فرمودن راه رو نشون میده، اشتباه نمیری. این اشتباه میریم نمیریم خیلیه. بعد که آدم از این دنیا بره میفهمه اشتباه میریم نمیریم یعنی چی. یک کسی رو یه ذره دوست داری، به اندازه یه ذره دوستی شما میتونی هر کسی دلت خواست دوست داشته باشی، میتونی؟ میتونی؟ نمیتونی؟ دوستی دشمنی حساب کتاب داره. اگه با حساب دوست داشتی، قیمت داره، ارزش داره. مثلا امام حسین کسی دوست داره، یه سر سوزن، این یه سر سوزن اون نجات میده، یه سر سوزن ها، یه سر سوزن امام حسین دوست داره نجات میده. اون یه سر سوزن دوستی، یه سر سوزن دوستی اون میبره تو بهشت. هر کسی من اجازه ندارم دوست داشته باشم، طرفدار باشم، طرفدار هر کس من اجازه ندارم. خواه کجا من بفهمم این درسته نادرسته؟ ما با عقل خودمون که عقل ما مشوبه، تشخیص های عقلی ما مشوبه، یعنی یه چیزی رو عقیده داریم، مثلا یه
عقاید داریم، اون عقاید کمک میکند که در این تشخیص عقلانی من اشتباه بکنم یا اشتباه نکنم. یه عواطفی دارم، یه مثلا همشهریگری دارم، نمیدونم، هی بشمارید از این چیزا، عواملی که میتواند در فهم آدم تأثیر بگذاره. بنابراین من تشخیص دادم اما تشخیصم دقیق نیست. بنابراین اگه یه تشخیص غلط بود، خب شما گیری، من گیرم، مسئول آدم، میگن چرا اینجا سینه زدی، چرا اینجا کف زدی، چرا اینجا زنده باد گفتی. بله، چرا اینجا زنده باد گفتی؟ میدید ما دشمنان امیرالمومنین رو دوست نداریم؟ خب سند داریم این حرف رو، سند داره حرف. به دردمون میخوره، اما اگه سند نداشته باشه، اگر اون چراغ ها روشن بود میفهمی شما اینجا با دوست داشته باشید نه با دوست داشته باشید، اینجا طرفداری بکنی نکنی، چه مقدار طرفداری بکنی، درجه طرفداری هم با تو اون فهم بفهمی. اگه چراغ روشن آدم میبینید همه چیز رو، اینجا چراغ روشنه، خب من میرم اینجا ستونه، وقتی دارم میرم به ستون برخورد نمی کنم، جلو پام مثلا یه دونه مهره، خب پام نمیذارم رو مهر، مثلا اینجوری چیزی، ذره ذره. تعبان الله طریق راه را آشکار می کند، راه را آشکار می کند. به محضر حضرت عسکری علیه السلام مشرف بشیم و دست به دامن ایشون بشویم. شاید یه مرحمتی کنندم، یه ذره بعد یه ذره فهم پیدا کنه. سلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.